بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، وقتتون بخیر دوستان عزیز، همراهان برنامه معراج. عظم الله اجورکم، قبول باشه عزاداری هاتون ان شاء الله برای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در چند روز باقی مانده از ایام فاطمیه ما رو در مجالس حضرت زهرا از دعای خیرتون فراموش نکنید. ان شاء الله از کربلای معلا مثل همیشه برنامه معراج رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد بهرمن هست. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. عظم الله اجورکم و برکاته. عظم الله اجورنا و اجورکم خدمت بینندگان محترم. سلام و عرض ادب دارن و ایام مصیبت حضرت زهرا علیه السلام را محضر آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض می کنم و برای همه دوستان اهل بیت آرزوی سلامت دارم. سلامت باشید ان شاء الله. دوستان عزیز، ان شاء الله میتونید همراه ما باشید از طریق فیسبوک و یوتیوب تلویزیون امام حسین علیه السلام. روایت برنامه رو با هم ببینیم. برگردیم جناب استاد بهرمن درس امروز شروع کنند. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين. قرآن كريم بعض از ارزش های ذاتی حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم را برای ما بیان کرده که متوجه بشیم علت این که خدای عز و جل این بزرگوار را از بین همه انتخاب نموده است و برگزیده دلیلش چیه. در سوره مبارکه آل عمران آیه 159 خطاب به حبیبش میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم. یکی از صفات ذاتی آقا رسول الله نرم خویی این بزرگوار است. در برخوردش با دیگران با نرمی و ملاطفت برخورد میکرد، برخورد خشنی نداشت، با عنف و با زور رفتار نمی کرد، همانند حاکمان و سلاطین زورگو با مردم رفتار نمی کرد، رفتار نرمی داشت و این باعث می شد مردم دور او جمع بشن و وارد دین مبین اسلام بشن بدون هیچ جبری و بدون هیچ زوری، با کمال میل و با کمال رغبت دین مبین اسلام را قبول می کردن و این رحمتی بود از جانب خدای عز و جل که شامل حال رسولش شده بود. در ادامه می فرماید ولو کنت فظاً غلیظ القلب، اگر توی فرستاده ما خشک بودی، بد اخلاق بودی، دارای قلب قسی و سخت بودی، قطعا این اثر مثبت برای تو نبود، مردم دورت جمع نمی شدن. لنفضوا من حولک، مردم از اطراف تو پراکنده می شدن و تو تنها می موندی. علت این همه جمعیت و
این همه مردم با ایمانی که در اطراف تو هستن، این به خاطر چیه؟ به خاطر همون خوشرفتاریته، به خاطر داشتن اون خلق عظیمی که خدای عز و جل در ذاتت قرار داده است. دیگر این که میفرماید فاعف عنهم، از صفات ارزشمند رسول مکرم اسلام اینه که اهل عفو بودن، میبخشیدن مردم را، میبخشیدن همونایی که او را سخت اذیت و سخت آزار میدادن. حضرت در برخوردی که با اونها داشتن، اونها را مورد عفو و مورد بخشش خودشون قرار میدادن. و استغفر لهم، دعاگویشون بودن، نفریشون که نمی کردن هیچی، برای اونها دعا می کردن و بهترین دعا طلب مغفرت، برای اونها استغفار می خواستن از خدای تبارک و تعالی. دیگر اینکه و شاورهم فی الامر، در امور با اطرافیان خودش و با مردم زمان خودش آقا رسول الله مشورت خواهی می کرد، نظر اونها را طلب می کرد، نظر اونها و رأی مردم احترام می گذاشت، توجه داشت به آراء مردم. فإذا عزمت فتوکل علی الله، چون تصمیم بگیری یکی از آراء را انتخاب کنی، توکل کن که خدای عز و جل یحب المتوکلین، انسانهای متوکل را خدای عز و جل دوست می دارد. بنابراین یکی از ارزش های ذاتی این فرستاده عظیم الهی این بود که اهل مشورت با دیگران بود. اینجا سوالی مطرح میشه، با وجود اینکه آقا رسول الله علمش علم الهیه و همه چی را می دانست و نظر درست قطعا در سینه‌اش بود، چه احتیاج داشت که با دیگران مشورت کنه و از دیگران مشورت خواهی بکنه؟ او جاهل به مسئله ای نیست، همه موضوعات خارجی را کاملا ازش آگاهی داشت، اشراف داشت بر امور و احکام الهی هم در اختیارش بود، او مشرع احکام دین الهیه. پس مشورت با دیگران اینجا چه معنایی دارد؟ میتونیم برای مسئله مشورت چند تا جواب بدیم. اولا برای اینکه قلوب مردم را، دلهای مردم را به دست بیاره، وقتی به حاکمی، به مردمش احترام بگذارد، دل اونها را به دست آورده و به اینها قدر و منزلت داده، به اونها شخصیت داده. یک پدر وقتی با خانواده خودش، با زن فرزندان خودش مشورت بکند، به اونها اعتبار میده، به اونها ارزش میده. و پیغمبر اکرم این کار میکردن که استعداد نهفته در بین اطرافیانش را، استعدادشون را چکار کنه؟ شکوفا کنه. و این یک درس مهمیه که ما از محضر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میتونیم بیاموزیم. دیگر اینکه این جنبه تعلیمی و جنبه تربیتی دارد برای امت خودش، که امت اسلامی یاد بگیرن که مستبد به رأی نباشن، چون روایات ما میفرماید کسی که به رأی خودش مستبد باشه این هلاک میشه. و عاقل اون کسی که عقول دیگران را با عقل خودش جمع کنه و با این کار درجه عقل انسان بله بیشتر میشود. آقا رسول الله با این کار داشتن یاد میدادن به امت خودشون که در کارهای روزمره خودشون، برای اینکه به خطا و به لغزش و به اشتباه نیفتن، از نظرهای دیگران و از فکر و اندیشه دیگران استفاده کنن و با این کار درجه عقل و فکر خودشون را در انجام امور
بیشتر کنن. دیگر این که میتونه این برای عظمت دادن به اصحاب و یاران خود باشد. حضرت با این کار میخواستن به ما بفهمونن که یاران من، اونایی که در اطراف من هستن، مؤمنین از یاران من چنان قدر و منزلت دارن در پیشگاه خدای عز و جل که من با اونها در امور مشورت میکنم و این را هم یاد دیگران میدن که ما به یاران با ایمان آقا رسول الله مثل سلمان، مثل عمار، مثل مقداد برای اونها ارزش قائل بشیم، برای اونها احترام قائل بشیم، همچنانی که پیغمبر اکرم با اونها احترام قائل بود. دلیلش این است که در امور با اونها مشورت میکرد. چهارم میتوند این یک نوع آزمون باشه، یک نوع امتحان باشه، چون در وهله اول یاران همشون یکسان بودن، اما کدامشون عالم است، کدامشون جاهل است، کدامشون ایمانش درجهش بیشتره، کدامشون کمتره. این نیاز به چی داره؟ این نیاز به یک آزمون داره، نیاز به امتحان داره. در امور مختلف آقا رسول الله صلی الله علیه و آله به عنوان امتحان با اونها مشورت میکرد تا معلوم بشد از بین اصحاب کدامشون دارای فکر عالی هستند، کدامشون فکرشون فکر معمولیه و کدامشون فکرش پایین و ضعیفه. بنابراین این یک نوع امتحان بود. در ادامه خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید و سماه قبل ان اجتبله، یعنی خدای عز و جل نام و اسم برای رسولش انتخاب نمود قبل از اینکه او را خلقت کنه، قبل از اینکه او را بیافریند. هنوز تعلق نگرفته اراده خدای عز و جل به خلقت حبیبش در این عالم دنیا، از قبل برای او اسمی، برای او نامی انتخاب کرده. اسم یک علامت و یک نشانه دال بر مسماست. معلومه که نامهای معصومین علیهم السلام نامهایی است که بر اساس مطابقت با مسماست. بله، اسامی با معناست، نه صرفا یک جهت شناخت، یک لفظ و یک علامت بدون داشتن حقیقت، نه کاملا منطبق با واقعیت. از این حیث خدای عز و جل زیباترین نام را برای رسولش انتخاب کرده است، نام مقدس و نام مبارک محمد، تا به همه نشان بدهد که ذات اقدس آقا رسول الله مورد حمد و مورد ستایش دیگرانه. بله، روایات ما هم دلالت دارد برای اینکه مستحب والدین قبل از اینکه فرزندشون به دنیا بیاد هنوز در رحم است، هنوز متولد نشده، مستحب است که برای او اسم مناسب انتخاب کنن. اگر معلوم باشد پسر، نام پسر برش بگذارن. بله، هنوز به دنیا نیامد. اگر معلوم است که دختر است، برای او نام دختر انتخاب کنن. و اگر چنانچه مشخص نیست جنس او، آیا پسر است یا دختر، اسمی را انتخاب کنن که برای هر دو جنس گذاشته میشه. این از روایات استفاده میشه، از جمله روایتیه از مولا آقا امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین، میفرماید سمو اولادکم قبل ان یولدو، هنوز فرزندان شما متولد نشدن، برای اونها اسم انتخاب کنید. فالم تدرو اذکر ام انثا فسموهم بالاسماء التي تكون للذکر والانثا، اگر ندونید که جنس اونها چیه،
پسرن یا دختر، میفرماید نامی برای اونها بگذارید که این نام هم میتونه برای پسران باشد، هم میتونه این نام برای دختران باشد. میفرماید دلیلش اینه که فإن اسقاطکم اذا لقوکم یوم القیام ولم تسموهم یقول السقط لأبیه علا سمیتنی. میفرماید روز قیامت که میشود اون بچه هایی که متولد نشدن و سقط شدن از شما، اینا قبل از شما ایستادن در بهشت منتظر شما، بله، وقتی با اونها دیدار کردید و با اونها ملاقات کردید به شما خواهند گفت که چرا برای ما اسم انتخاب نکردید. به عنوان اعتراض به پدرانشون میگن که چرا قبل از تولد برای ما نامی انتخاب نکردید. از این جهت ما از روایات استفاده میکنیم که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله برای حضرت محسن علیه السلام، فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها، قبل از اینکه به دنیا بیاد آقا رسول الله برای او نام محسن را انتخاب کرده است، قبل از اینکه سقط بشه و قبل از اینکه شهید بشود. و اما شمه دیگری از فضائل آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب ارزشمند امانی حدیثی را از محضر مبارک امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکند. یک نفر یهودی این طلبکار بود از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، چند دیناری از رسول الله طلبکار بود. حضرت برای امور معاش خودشون از این یهودی در مدینه قرض گرفته بودند. یهودی هم آمده بود محضر آقا رسول الله که طلب خودش را از حضرت بخواد. آقا رسول الله هم فرمودن الان پیش من چیزی نیست، ندارم که دینمو ادا کنم. یهودی هم گفت منم از شما جدا نمیشم تا اینکه دینمو به من بدید، من از اینجا نمیرم، در کنار شما هستم تا یه جوری بله به من دینتون را ادا کنید. پیغمبر اکرم فرمودن پس منم میشینم همراه تو، اینجا میشینم. حضرت مجلس را رها نکردن، پیش یهودی نشستن، نماز ظهر شد، نماز ظهر خوندن، نماز عصر خوندن، بعد وقت نماز مغرب عشاء شد، نماز مغرب عشاء هم خوندن، موندن شب را تا صبح، حتی نماز فجر هم خوندن. و این یهودی اجازه نمیداد که حضرت از جا بلند بشه و اینجا را ترک بکنه. اصحاب و یاران عصبانی شدن، ناراحت شدن، نگاه های بد به این یهودی میکردن، او را تهدید میکردن، وعده های سختی بهش میدادن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رو کردن و اصحاب فرمودن دارید چیکار میکنید، میخواین با این شخص یهودی چیکار کنید؟ عرض کردن یا رسول الله این یه نفر یهودی شما رو اینجا زندان کرده، شما رو اینجا حبس کرده، اجازه تون نمیده به خاطر چند دینار شما برید منزل و مشغول کارهای خودتون بشید. پیغمبر اکرم در جواب فرمودن لم یبعثنی ربی عز و جل به ان اظلم معاهدا ولا غیره، خدای متعال من نفرستاده که من ظلم بکنم در حق این یهودی که با ما قرارداد معاهده بسته و او در ذمه ما دارد زندگی میکنه. خدا به من اجازه نداده که من به مثل این و غیر این ظلم بکنم. این حقش از من طلبکاره و حقشه که طلب خودش را از من بخواد. وقتی روز شد، روز دوم شد، این یهودی فوراً شهادت داد به وحدانیت خدای تبارک و تعالی و شهادت داد به نبوت رسول الله و عرض کرد شطر مالی فی سبیل الله،
شطر نیمی از مالم در راه خدا. من طلبم را از شما نمیخوام، بلکه نیمی از مالم هم در راه خداست. و عرض کرد من این کار را با شما نکردم الا اینکه ببینم اون صفاتی که خدای تبارک و تعالی در تورات برای آخرین فرستاده خودش بیان کرده، آیا این صفات بر شما که ادعای نبوت دارید بر شما منطبق هست یا نه. و من در تورات اینطور خوندم در مورد پیامبر آخر زمان، فانی قرأت نعتک فی التورات، صفات تو را، فضائل شما را من در تورات اینطور خوندم که پیامبر آخر زمان محمد ابن عبدالله مولدش در مکه است، محل هجرتش مدینه طیبه است، و لیس بفظ بد اخلاق نیست، ولا غلیظ سخت دل نیست، ولا سخاب کسی نیست که سرکت دیگران صدا بلند کنه، با فریاد و داد فریاد با دیگران برخورد کنه، ولا متزین بالفحش اهل فحش و ناسزا نیست، ولا قول الخنا سخنان زشت و ناروا را هم بر زبان جاری نمی کند، و انا اشهد ان لا اله الا الله، و من الان شهادت بدم به یکتایی خدای عز و جل، و اشهد انک رسول الله. و بعد عرض کرد هذا مالی، این تمام داراییم را، این مال شماست، فحکم فیه به ما انزل الله. اول تصمیم گرفته بود نیمی از مالش را بده، نظرش برگشت که تمام مال و داراییش را در راه خدا در اختیار پیغمبر اکرم قرار بدهد. و کان الیهودی کثیر المال، یهودی آدم مالدار ثروتمندی بود. خب این یکی از فضائل و یکی از خلقیات آقا رسول الله. این باعث شده بود که خدای عز و جل از قبل او را برگزیده از بین تمام خلائق. بله، یکی دو دقیقه جا جا. در ادامه آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرماید کان فراش و رسول الله عباءه، تشک زیرانداز حضرت که شبا روش می‌خوابیدن عبای حضرت بودن، عبا را پهن می‌کردن و روش می‌خوابیدن. و کانت مرفقته عدم، متکای حضرت، اونی که زیر سر مبارکشون قرار میدادن، پوست دباغی شده گوسفند بود، حشو و حالیف از لیف خرما داخلش قرار داده بودن. فثنیت له ذات لیله، یه شب توسط یکی از همسرها این بالش حضرت، این متکای حضرت دوتایی شد، روی هم گذاشتنش، دلاش کردن که سر بالاتر، باشد و راحتتر حضرت بخوابن. فلما اصبح، وقتی حضرت روز بیدار شدن بله، فرمودن این متکا نرم بود دیشب و باعث شد که من بعض از نمازها را موفق نشم که بخونم، بعض نمازهای مستحبی که حضرت صدها رکعت نماز شبها میخوندن، فرمودن این باعث شد که من بیشتر بخوابم و من محروم کرد از خوندن نماز. و فرمودن از این بعد این را برای من دلا نکنید، این از اخلاق حسنه‌ای که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشتن، که علامه بزرگوار علامه مجلسی رحمت الله علیه آن را به تفصیل در جلد 15 بحار نقل کرده. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم دوستان. بفرمایید انشالله میان برنامه ببینید و بعد از میان برنامه سوالات شما عزیزان رو مطرح میکنید.
وقت شما بخیر دوستان عزیز، همراهان برنامه معراج. الحمدلله بخش اول برنامه رو به سر گذروندیم و بخش دوم رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. سوالاتی که شما عزیزان به 2096477330034314 ارسال کردید از طریق تلگرام و واتساپ. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اذان اسم مبارک مولا علی علیه السلام بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نظر حضرت آیت الله شیرازی در خصوص جمله شهادت ثالثه، یعنی گفتن اشهد ان علی ولی الله در اذان و در اقامه، نظر مبارکشون اینه که این واجبه و جزء اذانه. همی فرمایند و برای این مطلب روایاتی هست و در بعضی روایات هم اینطور آمده که در زمان آقا رسول الله صلی الله علیه و آله سلمان فارسی بله در اذان و اقامه به صورت بلند بعد از شهادت به یکتایی خداوند و شهادت به رسالت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله اقرار میکرد به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و میگفت اشهد ان علی ولی الله مکرر این کار میکرد. بعضی از اصحاب رفتن به عنوان شکایت محضر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله رسیدن و عرض کردن ما یه چیزی داریم از سلمان میشنویم که قبلش نشنیده بودیم، چون این جریان بعد از واقعه قدیر بله اتفاق افتاد. گفتن ما قبلا نشنیده بودیم ولی داریم الان از بهترین یاران شما به نام سلمان داریم میشنویم. پیغمبر اکرم فرمودن چی شنیدید؟ موضوعی که الان شما شنیدید و به خاطرش ناراحتید و آمدید به شکایت، چی شنیدید؟ گفتن بله ما شنیدیم که در اذان و در اقامه سلمان میگوید اشهد ان علی ولی الله. آقا رسول الله فرمودن سمعتم خیرا، اون چی که شنیدید خیره و درسته و تأیید کردن آقا رسول الله اذان و اقامه جناب سلمان محمدی را. و این به این معناست که بله نام آقا امیر المؤمنین علیه السلام در اذان و اقامه در زمان پیغمبر اکرم گفته می شده. چکر. یک شک در نماز همیشه برام پیش می آید و دائما شک می کنم که آیا رکوع انجام داده ام یا نه، چه باید کنم؟ بله این شخص باید به این شک توجه نکنه، چون دائما این شک براش پیش میاد، باید اعتنا به این شک نکنه و نمازش را صحیح فرض کنه و بگه انشاءالله من این رکوع را انجام دادم و توجه و اعتنایی به این شک نکنه تا کم کم شکش برطرفش. بیننده بزرگواری پرسیدن که چرب زبانی و چاپلوسی آیا گناه حساب می شود؟ اگر انسان با ایمان توجه داشته باشد به لطف خدای عز و جل و به دارایی لایزال خدای تبارک و تعالی، هیچ وقت دل به غیر خدا نمی بنده که نیاز داشته بله. باشد از دیگران تعریف و تمجید کنه و چرب زبانی داشته باشه و چاپلوسی کنه. چرب زبانی و چاپلوسی به طمع به مال مردم، این نشانه نفاقه، حالت نفاق رو در انسان تقویت میکنه و انسان فقط باید توجه داشته باشد به ملک لایزال پروردگار متعال، فقط به او دل ببنده و بنابراین این صفت چاپلوسی که معلول طمع به مال مردمه، این
نمیتونه صفت خوبی باشه. بله نمیتونه صفت خوبی باشه. حالا نمیدونم سوال کننده محترم نظرش همینه از چرب زمانی منظورش همینه. اگر منظور از چرب زمانی یعنی همون تملق گویی و تعریف بیجا از شخصی کردن تا به خاطر اینکه به یک هدفی برسه چیزی گیرش بیاد، این صفت بدیه، این صفت خوبی نیست. هم در دنیا موجب ذلت و خفت انسانه، در آخرت هم بهش ضرر وارد میشه. متشکرم. بیننده بزرگوار دیگری پرسیدن که پسری در خانه مشترک به دنیا آمده است و در آن بزرگ شده و صاحب زن و فرزند شده. پدر بزرگش در حیات خود مایملک خود را به 3 فرزند خود بخشیده است و الان 8 سال است که از این خانه بیرون رفتند و مستقل زندگی می کنند. الان این نوه که در زندگی مشترک بوده ادعای سهم دارد. لطفاً این را برای ما روشن بفرمایید. در مسئله ارث نوه در طبقه فرزندان نیست. نوه در طبقه بعد است. فرزند. بنابراین این پدر مال خودش را در زمان حیاتش به فرزندان خودش بخشیده، حالا یا به صورت ارث یا به صورت هدیه. بله. بنابراین حقی این نوه اینجا نمیتونه داشته باشه. اصلا در طبقه طلب اولاد حق. بله در طبقه اولاد نیست. بله اگر اولاد نباشن ارث میبرد نوه از شخصی که از پدر بزرگش، اما وقتی که پدر و مادر هستن دیگه نوبت به نوه ها نمیرسه. وقتی که اولاد یک مرحوم هستن نوبت به نوه ها و نتیجه ها نمیرسه، مگر اینکه این شخص خرجی کرده باشه در این خانه و بله. معلومه چقدر خرج کرده. خب اون یک حرف دیگری اون غیر از حرف صورت سوال رو تغییر بله. غیر از مسئله ارثه. متشکرم. با عنوان آخرین سوال همین سوال رو بپرسم، تقریبا 3 دقیقه فرصت داریم. چه کنیم و چه دعایی بخوانیم تا خیشاوندان با ما رابطه خوبی داشته باشند؟ بله از روایات اینطور استفاده میشد که برای اینکه انسان بتونه دل خیشاوندان خودش را به دست بیاره باید یه چند تا کار عملی انجام بده. اولا حلال خیلی از مشکلات نماز اول وقت، این خوندن نماز اول وقت با توجه برای هر امری مفیده. استعینو بالصبر و الصلاة. ثانیا به اونها احسان کنیم، به خیشاوندان خوبی کنیم، احسان کنیم، نیکی کنیم. کسی آمد محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عرض کرد چکار کنم مردم منو دوست بدارن؟ فرمودن احسن الی الناس یحبک الناس، به مردم احسان کن، به مردم خوبی کن تا مردم هم تو را دوست داشته باشن. بنابراین احسان به خیشاوندان برای جلب قلوب اونها این قطعا مؤثره. دیگر اینکه 100 مرتبه هر روز به همین نیت 100 مرتبه ذکر شریف صلوات را بگه، 70 مرتبه استغفار کنه، جمله استغفر الله ربی و اتوب الیه را 70 مرتبه بگه، حالا چه در نماز شبش یا در غیر نماز شبش. اون دعای معروف یا من تحل به عقد المکاره که این دعای ارزشمندیه که در مفاتیح مرحوم محدث کمی رحمت الله علیه اون را ذکر کرده میتوند گرگوشا باشد و میتوند ما را کمک کنه برای به دست آوردن قلب خیشاوندان خود انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون. خیلی متشکرم جناب استاد بهره. من دوستان عزیز از شما هم تشکر میکنم به خاطر همراهیتون. انشاءالله این ایام به مجالس اعضای حضرت زهرا که مشرف میشید ما رو هم دعا کنید. یا علی.
حسن نباشه.